سلام بچه ها خیلی ممنون که همراه ما هستین امروز میخوایم خیلی سریع صحبت کنیم راجع به ایونت اکتبر اپل تیم کوک اون اول اومد یه سری چرت و پرت و حرفای مسخره زد راجع به اینکه قبلا چیا رو معرفی کرده اپل واچ 6 و این حرفا بعد رفتش سراغ دو تا محصولی که قرار معرفی بکنن هومپاد مینی و آیفون اول میریم سراغ هومپاد مینی ببینیم که این محصول جدیدش چه چیزی واسه عرضه داره هومپاد مینی از نظر ظاهری یه چیزی تو مایه های گلدون کوچیکه که همون حرکاتی که هومپاد قبلی داشتش انجام میداد داره انجام میده هومپاد مینی با اون فرم 360 درجه ای که داره کامل میتونه صدا رو توی محیط پخش کنه و به نظرم میاد که مثل سری قبلیش خیلی کیفیت صدای بالایی داشته ولی مشکل اصلیش اینه که دستیار سیریو داره استفاده میکنه و به نظر من گوگل اسیستنت خیلی برتره از این یه سری حرکات جالبم توی ویدیوشون نشون دادم مثلا اینکه گوشی ببری نزدیکش آهی میره روی خود هومپاد یا میتونی مثلا وایس بدی به بقیه افراد خونواده که هر کدومشون توی اتاقشون شاید یه دونه داشته باشن که مثلا پاشیم بیام بریم بیرون یا شام میخوایم می‌خوایم بخریم یه چیز که اصلا زیاد به نظر من اهمیتی نداره جنبه تبلیغاتی داره بیشتر و در آخرم هم قیمتش معرفی کردن که 99 دلاره و به نظر من از رقیب اصلیش که گوگل هوم مینی محسوب میشه یه مقدار زیادی گرونتره مینیم سراغ آیفون جدید اپل چهار تا آیفون جدید معرفی میکنه توی این کنفرانسش آیفون 12 مینی آیفون 12 آیفون 12 پرو آیفون 12 پرو مکس این آیفون ها به قدری جذابند که به نظر من وقتی معرفیش کرد آیفون 12 پرو اونقدر جذابیت نداشت یعنی آیفون 12 مینی و 12 انقدر خوب بودن که 12 پرو رو زیاده نمیدیدی بعد تیم کوک خیلی اومد مانوف داد روی قابلیت 5G و یه یاروی از ورایزون آوردن اومد 100 سال صحبت کرد راجبه اینکه 5G چه خفن و ما چه خوبیم و اینجا داریم و فلان که خب باز تکنولوژی خیلی خوبیه احتمالا تا سه چهار سال یا پنج سال آینده میخواد فراگیر بشه و اینکه واسه ما ایرانیا شاید اصلا کاربردی نداشته باشه به خاطر اینکه بحث اینترنت ملی مقدار داره جدی میشه و اصلا به نظرم کلا دیگه فایده نداره 5G باشه 4G باشه اصلا نباشه ولی خب خوبه که این قابلیت رو داشته باشی تا اگه آیفون رو خریدی و 4 5 سال آینده خاصی استفادهش بکنی اون موقع اگه 5G فراگیر شد تو تو گوشی هیچ مشکلی نداشته باشی خب بریم سراغ اولین آیفونی که معرفی شد آیفون 12 به نظر من طراحیش بی‌نظیره طراحیه که من واقعا دوست دارم سطح فلت و حالت خمی و اینا نداره عین 5 و 5 واقعا قشنگه تو دست خیلی حس خوبی به آدم میده دور تا دور گوشی قاب آلمینیومی داره و از سرامیک شیلد استفاده میکنه که به جای واژه گلس ازش استفاده کرده که ادعا میکرد چهار برابر دووم بیشتری را در برابر افتادن داره سه تا موردی که خیلی روش روی آیفون دوازده مانو دادن دوربین کیفیت صفحه نمایش و قابلیت شارژ شدنش بود خب صفحه نمایشش از آیفون 11 خیلی بهتر شده از صفحه نمایش 720 پی آیفون 11 که همه دوستش داشتن تبدیل شده به صفحه نمایش 1080 اولد دوربینش هم یه مقدار نسبت به آیفون 11 بهتر شده به نحوی که توی شب عکس و فیلم های بهتری میگیره و پورتراش رو یه مقدار دقیق تر داره ثبت میکنه اون قسمتی هم که راجع به شارژش داشتش صحبت میکرد متاسفانه این دفعه هم از یو اس استفاده نکردن و اون لایتنینگ احمقانه رو ما دوباره باید استفاده کنیم ولی کاری که کردن یه حرکت جالبی بود که پشت گوشی یه سری مدارهای مغناطیسی گذاشتن که خاصیت آهن ربایی داره و خیلی راحت به شارجر وایرلسمون چفت میشه بعدش هم یه حرکت خیلی خندداری کردن یه خانومی با صحبت کرد که ما چقدر داریم میکنیم توی و اینا داریم به محیط زیست کمک میکنیم اونا آخرش هم به این رسید که خب ما شارژرتون رو دیگه حذف کردیم این <applause> سری شارجر و هدفون رو دیگه قرار نمیدیم ما به محیط زیست داریم خدمت میکنیم و آیفون 12 قراره در پنج رنگ مختلف عرضه بشه مشکی، سفید، قرمز، یه مدل های سبز و آبی 6 و یک دهم اینچ اندازه صفحه نمایششه یه چیپست 814 بایونیک داره و حالا یه سری عدد ارقامی که همین الان توی شکل داریم می‌بینیم در مجموع یعنی سرعتش نسبت به قبل بهتر شده که خب همیشه اپل از نظر چیپ ها از همه شرکت ها قوی تر بوده خب حالا این گوشی یعنی آیفون 12 یا آیفون 12 799 دلار ابتدای قیمتشه بعد اومدن یه حرکت خیلی دراماتیکی کردن واسه این معرفی کردن آیفون 12 مینی که آه آهنگ جیمز بان گذاشتن از چند تا صندوق کوچیک کوچیک کوچیک‌تر یا آیفون 12 خوشگل کوچولو موتور در آوردن آیفون 12 مینی دقیقا همه چیزایی که آیفون 12 داشت و داره فقط با صفحه نمایش کوچیک‌تر 5 و 14 همه اینچی تقریبا ابعادش نزدیک ابعاد آیفون 8 یا آیفون اس ای 2020 ولی خب با صفحه نمایش سرتا سری و قیمتی که واسه آیفون 12 مینی گذاشتن 699 دلار حرکت جالبی کرده اینه که آیفون 12 که آیفون اصلی این رویداد هست قیمتش از قبل بیشتر شده یعنی شده 799 دلار به پول ما چقدر در میاد به پول ما آیفون 12 مینی ظرفیت پایه 64 که خب به درد ما نمیخوره ولی خب حالا میگیم همونو بگیریم حساب کنیم ببینیم چند در میاد 700 دلار زب در سم بکنیم 30 هزار تومن دلار رو میشه 21 میلیون که حالا گمرک و سود و همه اینا هم بیاد روش من فکر میکنم رقم نزدیک رقم سی و چهار سی و پنج اینا بخواد برسه دست ما <applause> یه اتفاق عجیبی که میفته اینه که اپل همیشه وقتی یه محصولی معرفی میکنه محصولات قبلش و قیمتشو قیمتش رو کمتر میکنه ولی ما اتفاقی که واسه میفته اینه که محصول قدیمیش همون قیمت میمونه و محصولات جدیدش قیمتشو بیشتر میشه نمیدونم چه جوری اتفاق داره میفته تو ایران حالا میریم سراغ آیفون های پرو. 12, پرو 12 پرو 12 پرو مکس تقریبا از نظر ویژگی هایی که توی قلبشه با 12 یکی یعنی پروسسورشون یکیه اون همه اتفاقاتی که توش میفتاد یکیه فقط شد. 12 پرو 6 و 1 دهم اینچ 12 پرو مکس 6 و 7 دهم اینچ شده که از 11 پرو 11 پرو مکس هم بزرگتر میشن دور تا داره گوشی استینلس استیل برخلاف آیفون 12 که آلمینیوم بود همون شیشه مقاومی که روی صفحه نمایشش هستش همون طور باقی مونده پشتش هم همون شکلیه که آیفون 12 بود هیچ تغییرات ایجاد نشده تغییرات اصلیشون توی دوربینشونه و رنگ هایی هم که تو این گوشی داره عرضه میشه چهار رنگ سفید، مشکی، طلایی و آبی هر دو تا پرو از ویژگی دیپ فیوژن استفاده میکنن توی هر چهار تا دوربینشون یعنی دوربین جلوشون هم الان دیگه از دیپ فیوژن استفاده میکنه یه لایدار هم جدیدن اضافه شده که قبلا توی آیپد پرو معرفی شده بود الان توی گوشیشون معرفی کردن که واسه پورتری بهتر دقیقتر و اینجور مسئله بیشتر استفاده می و یه اتفاق عجیبی هم که افتاد توی دوربین 12 پرو مکس و 12 پرو اختلافی وجود داشت 12 پرو تلفوتو لنزش 2x بود ولی پرو مکس 2.5x بود یعنی دو نیم x بود و این خب خیلی عجیب تا حالا اتفاق نیفتاده بود و اینکه استابلایزر که داره توی پرو مکس استفاده میشه خیلی بهتر از پروه و اومدن واسه فیلم برداری از HDR ویدیو Recording استفاده کردن و اگه بخوام به طور خلاصه بگم کیفیت فیلم برداریش قرار خیلی بالا باشه و اپل حتی توی این کنفرانسش اومده گفته که ما حتی میتونیم به عنوان دوربین فیلم برداری فیلم فیلم واقعی استفاده میکنیم حالا توی قیمت گذاری آیفون 12 پرو با قیمت 999 دلار و 12 پرو مکس با قیمت 1099 دلار قرار ارزه بشه که پایشون هم 128 گیگا بایتیه اون بر میشه تحریان نظام اون شاید آیفون 12 احتمالاً 45 دان دستان برزه آیفون 12 پرو مکس احتمالاً 50 تومن <تص> خب تمام اتفاقاتی که تو این کنفرانس افتاد همین بود که امروز بهتون گفتیم بچه خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودین خوشحال میشیم که ویدیو رو لایک کنید واسه همون نظراتتون رو زیرش کامنت کنید و حتما حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید فعلا